یک دو سه اینا چه سینا باز دوباره. بله عروسی رفتی یا نه؟ کدوم عروسی؟ عروسی آرش دیگه. کدوم آرش؟ ای بابا آرش استیلاف. آرش استیلاف عروسی. قدم دلم سوخ بسش واسه عروسی دفعه همه چی به هم بیچاره. این حرفا چیه میزنی؟ از مامان واسه پدرس بده. بابا فیلم و عکس و ویدیوش همه جا پر شده. تو تمام این گروه ها. بابا عزیز دل من قربون هر فیلم و عکس و هر چرت و پرتی که تو این شبکه‌های مجازی و دیگه نمیدونم تلگرام و واتساپ می‌بینی باور نکن. شایعه بخش نکن. بابا تماس گرفتیم با خود آرش استیلاف. آرش جان سلام. سینا آی عزیز سلام زن خوبا خودم من چطوری خوبی؟ سینا دلم برای تنگ شده بود. سینا قربونت برم من. منم دلم خیلی وسط تنگ شده بود تا قبل از اینکه این صدا رو در بیاری. آرش جان یه ویدیویی پخش شده تو شبکه‌های اجتماعی و مجازی و دیگه ارتباطی در باب اینکه یه پسری ایرانی که میخواسته عروسی کنه با یه خانوم مسن‌تر از خودش خارجی چینی و عروسی به هم خورده و اینا. ما رفتیم ویدیو رو ببینیم چی بوده، دیدیم شما هستین. چیه ماجرا؟ ایداد ویزا پخش شد. آره لو رفت. اکسکیوز می واقعا ریلیه واقعا. اول که ازت خیلی خیلی ناراحتم. من عروسی کردم، عروسی دعوتت کردم، پتروس ماماندار شد. پتروس هم اینجاست. پتروس اینجاست. پتروس این خونه پتروس. آره پتروس خیلی سفید زندگی میکنه. آره دیگه یک خونه پتروس کادو دارن طرف داره. خب بعد آره دیگه ما عروسی کردیم، دعوتت هم کردیم، نیومدی دیگه. آرش من ندارم. آرش من زنگ زدم شایعه بودن این ویدیو و این شوخی بودنش و اینا رو ثابت کنم. تو خود داری بدتر خرابش میکنی که. آخه واقعا من دیگه فکر کنم خیلی تابلو بودش که شوخی و فیلم و طنز و کنایه و نه نمیگیرن نمیگیرن قربونت برم. خیلی از دوستان همچنان همچنان فکر میکنن جدی. اینو توی مثلا شبکه‌های تلگرامی به عنوان ویدیوی جدی این بر اون بر میکردن. ما که میدونی که ریلی واقعا اصلا یعنی یا اکسن جدی. بابا اون اصلا الان با پشتش مانیتور کارگردان هستش، دوربین هست، نورافکن اون پشت بودش. ما داریم من یعنی دارم الان یه فیلم بازی میکنم، اسم فیلم هستش مرد بی عرضه، گت اوت. خب اینو گت اوت گت اوت برو بیرون. خب بعد یه کوچولو هم توضیح بدم راجع به مشکلات و مسائل. میخواد راجع به فیلم صحبت نکن الان، میخواد داستان فیلم تعریف نکنی واسه ما. انیوی من توی اون فیلم، توی اون سکانس داشتم با اون خانم، توی فیلم، توی بازی، توی نقش داشتم با اون خانم ازدواج میکردم. ازدواج بعد اونجا مراسم عروسی اون بودش، البته بدون بیشتر بازی ها، بدون بیشتر بازی. آره اونجا مراسم عروسی اون بود. من چون خوشحالی مردم خوشحالی منم هستش، بعضی موقع فیلم های بانمک میگیرم میذارم تو اینستاگرام. خب اینم فیلم بود، نقش بود، بازی بودش که منم سر دیگه میدونی دیگه ماها اون شعار برنامه من چیه؟ ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم. شوخی رو جدی نگی. این چرا جا نمیفته؟ چرا جا نمیفته؟ ما اینجوری ما شوخی رو ما شوخی رو جدی میگیریم، جدی رو هم کاملا شوخی میگیریم. یعنی یه تکنیک خیلی خاصی داریم. پس نه این واقعا بازی بود و نقش بود. یعنی درکه بعد بحران جامعه هم داره یه جوری نشون میده دیگه با طنز که خیلی تو همه جوامع هم هستش. همه جوامع هستش که با بزرگتراشون ازدواج میکنن به خاطر اینکه موقعیت خوب مالی دارم و موقعیت خوب زمانت. خب تفاوت سنیشون خیلی بالاست. کلا فیلم یاد بحرانا رو میگه دیگه. بله. و اون طنز بود، کنایه بود، شوخی بود، بازی بود. پترو هنوز مادردار نشده و شما دور با اون طنز بود، شوخی. بله. اون شوخی بود، طنز. متوجه شدم. آره شما متوجه شدم. نشده. متوجه. آره گرفتم. آره. کاملا گرفتم. بریم ما آرش جان دیگه قربونت برم. هم خودت هم بچه‌ها قربونت برم. من حرفم خیلی زیاد می‌زنم. آره اون شوخی بود. هم خودت هم بیاندا خیلی خیلی لطف داری. قربونت برم من. عزیز دلمی و ان شاءالله که بزودی ببینم. اینم کادو دارم، کادو دارم. به 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 به. یه کادو دارم برات. 3 2 3 2 1. بلن. من واقعا ممنونم ازت. اصلا اش تو چشام جمع شده. قربونت برم. خداحافظ آرش جان. خداحافظ عزیزم. قربونت. وای تو سینا، وای تو سینا. یه دقیقه سینا. یه خواهی.
خیلی 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 خوب. خیلی 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 خیل